ارتباط مستقیم. با درود خدمت شما بینندگان خوب تلویزیون ایرانیان کانادا ITC TV، شیوا زریمر هستم در برنامه ارتباط مستقیم که ما سعی میکنیم هر دفعه مهمان عزیز رو دعوت کنیم در این برنامه و باشون صحبت کوتاهی داشته باشیم و این هفته مهمان عزیزی رو داریم، خانم سولماز پیمایی، موزیسین، خواننده که با صدا و چهره زیبای ایشون من برای اولین بار در استیج آشنا شدم. سلام سولماز جون، خوش اومدی عزیزم. سلام خانم زریمر، ممنون از دعوتتون. سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون ITC. البته سولماز جون افتخار داده بودن، لطف کردن برنامه یلدا هم مهمان ما بودن، باشون صحبتی داشتیم. ولی این روزها سولماز جون من میبینم در سوشال میدیا یک آهنگ جدیدی رو از شما پخش کردن که واقعا سر و صدا کرده، عشق بی تکرار. دلم برای همین زنگ زدم دعوت کردم، گفتم از سولماز جون بخوام که بیان راجع به این آهنگ توضیح بدن و در آخر برنامه هم گوش کنیم این آهنگو. بله، من حدوداً یه چند روزی میگذره از انتشار این آهنگ که توسط شرکت آونگ بوده و یه آهنگ عاشقانه است که خوشبختانه دوستان لطف داشتن، شنونده ها و دوست داشتن این کارو. عشق بی تکرار، میخوای بگی راجب بله. آهنگ شعرش؟ بله بله، این کار رو بچه های خوب ایران برای من انجام دادن. آقای مجید ابراهیمزاده آهنگسازش هستن، خانم مریم اسدی که ترانش رو گفتن و میکس و مسترش هم آقای بهروز علیاری. البته این کار اسپانسر داشت که آقای امین اولیایی اسپانسر این آهنگ شدن و شرکت خوب آهنگ هم پخشش کرد و کاور فوتویی که حالا روی این کار قرار گرفته یه عزیز زحمت رو کشیدن، خوشبختانه شنونده های عزیز دوست داشتن، من خودم هم دوستش دارم این کار. خب بعد از برنامه استیج کلن این چندمین کاره که سولماز جون کار کردی و بیرون اومده؟ اجازه بدیم بشمارم چون زیاد کار دادم بیرون. زیاد هست، 5 تا فکر میکنم هلوش 10 تا کار من بعد از استیج بیرون خب خیلی دادم. شاید هم بیشتر واقعا فعال بودی. خب 10 تا موزیک ویدیو در حقیقت، بیشتر از MP3 فکر میکنم بیشتر باشه. پس اکثر کارات موزیک ویدیو داره، درسته؟ بله. غیر بله. از این آخری که عشق بی تکرار که داری روش کار میکنی. آره، موزیک ویدیوش آماده میشه. اتفاقا آخه ما هی منتظر موندیم ببینیم این کرونا تموم میشه، دیدیم تموم بشه نیستش. میخواستم شوخی کنم من تموم شدم ولی کرونا تموم نشد. آره، بله، من چون آخر موزیک ویدیویی که دادم قبل از کرونا بود و بعدش دیگه این محدودیت ها که شد دیگه متاسفانه ما هم محدود شدیم در این زمینه، اما الان دیگه داریم میریم بگیریم دیگه، میبینیم که نمیشه منتظر بود. اتفاقا یه قسمت از موزیک ویدیوم احتمالاً توی برف خواهد بود، آوتدوره، ولی خب حالا ببینیم چی میشه دیگه با این سرمایه که الان هست، ولی فکر میکنم موزیک ویدیوی جالبی باشه. کاراتو کلن کجا میتونن بیشتر ببینن؟ یوتیوب چنل داری؟ اینستاگرام که میدونم داری؟ بله، من لیبل آونگو دارم و میتونن یوتیوب آونگ برن و همه کارهای من اونجا هستش، اونجا میتونن ببینن. خب بقیه پلتفرم هم هست دیگه، حالا اینستاگرام خودم هست، فیسبوک هم هست و رادیو جوان، و اگر موزیک ویدیو باشه که بقیه تلویزیون هم پخش میکنه. ما برنامه عید خواهیم داشت سولماز جون، از اینجا ازت قول میگیرم که برای برنامه عید باش چند تا ویدیو موزیک های قشنگ بیای مهمون ما باشی. خب غیر از موزیک کار بیکار که نیستی، میدونم کارهای دیگه میکنی، خیلی فعالی. کار بله، کار ریل استیت و همچنین مورگیج، درسته؟ بله بله. خب پس ماشاءالله فعالی خیلی، هم مشغول موزیک، همسرتونم چون موزیسین هستن، درسته؟ نه خیر، ما البته هر دو رشته تحصیلی پیانو معماری هستش. اوکی. بله، بابک که خب یه سری از کارهای منو بابک میسازه و پیانو میزنه، آهنگسازی، اما معماری کار میکنه، رشته در حقیقت کاریشون پس رشته کاری به کار ریل استیت میخوره. بس
بله، هم من در ایران معماری خوندم، البته همونطور که تو مصاحبه قبلیم به شما گفتم، ولی اینجا خب میخواستم که آزادی عمل بیشتری داشته باشم که بتونم به کارهای موزیکم برسم. خب یه کار انتخاب کردم که خیلی 9 to 5 نباشه، مجبور باشم که آزاد باشه، کارت وقت در دست حقیقت. خودت آره باشه. آره دیگه، وقتم دست خودم باشه و بیشترم در ارتباط با مردم باشم، چون خودتون میدونین این کارا خیلی کارهایی که شما میتونین بیشتر در ارتباط با مردم باشین تا اینکه بشین مثلا فقط روبروی کامپیوتر 8 ساعت. یه خود با روحیه مشخص مسئولم. کامیونیکیشن خیلی قوی داری، اصلا از اخلاقت، از مهربونیت، از صورتت، از همه چی خیلی دوست داشتنی هست سلماز جون، و خیلی خوشحالم که با آشنا شدم. میدونم که خیلی وسواس داری رو کارات و هر آهنگی رو نمیخونی، هر شعری رو نمیپسندی، از کارات مشخصه وسواس عجیبی داری رو انتخاب. واقعا تبریک میگم. من دوست دارم که کارهایی که از من میاد بیرون، اول از همه خودم، اگر مثلا 5 سال 10 سال بعد خواستم گوش بدم، بتونم برگردم گوش بدم، میدونین؟ یعنی بیشتر دوست دارم کارها یه بار مصرف نباشه، حالا تابع مود یا تابع مارکت و بازار نباشه، و چون یه خود آزادی عمل بیشتری تو موسیقی دارم و خب کارم رو جدا کردم از موسیقی، شاید این کمک کرده به من. مجبور نیستم که طبق زندگیت با این مود قسمت نمیگذره. اگر قرار بود به عنوان بیزینس بهش نگاه کنی، 100% فرق ممکن بود بکنه. متاسفانه، چون آرزوی تمام کسایی که کارهای هنری میکنن اینه که از هنرشون پول در بیارن و فول تایم کار هنریشون انجام بدن، ولی واقعیت دنیا اینطوری نیست. یعنی فقط هم نمیتونم بگم که جامعه ایرانی اینطوریه، کلن کار هنری کردن و بیست آن کار هنری زندگی کردن کار مشکلیه، آلموس غیر ممکنه. برای همه که نیست، به هر حال شما باید سخته. خیلی خیلی شانس سخته. داشته باشید و خیلی فرض کنید کمپانیای در حقیقت میبینید ما مشکلمون اینه که متمرکز نیستیم توی مملکت خودمون. اگر این شانس رو داشتم که، یعنی همه حالا کسایی که مثل ما دور از وطن کار میکنن، اگر این شانس رو داشتیم که یک جا متمرکز بودیم، توی مملکت خودمون کار میکردیم، خب خیلی کمپانیا، خیلی آدینس من اون طرف هم میدونیم. بله. خیلی فرق میکرد زندگی. بله. خیلی خیلی فرق میکرد. خب این بر یه جور دیگه است داستان. شاید من اگه یه روزی این شانس رو داشته باشم که برگردم ایران، به غیر از کنسرت دادن به دیگه چیز دیگه نمی فکر نکنم. حالا به فکر کنسرت هستی در آینده؟ وقتی از تمام این بلایای اگر آره جون سالم به در بردی. بر حال سلماز جون خیلی خوشحال شدم دیدمت، از بینندگان عذر میخوام. بر حال اگر یه مقدار مشکلات هست به خاطر اینکه از راه دوره، سلماز جونم یه خورده سرما خورده بود نمیخواست بیاد استودیو. سلماز پیمایی، آهنگ عشق بی تکرار، امیدوارم که با آهنگ بعدی بازم اینجا ببینمت. برات آرزوی بهترین ها رو دارم سلماز جون. مرسی از دعوتتون و امیدوارم که بینندگان عزیز آی تی سی لذت ببرن از این آهنگ. حتما هممون لذت خواهیم برد. به امید دیدار.